تصور کنید سه دختر خوشگل که اتفاقا مدل فشن هم هستن به این نشه میرسن که ازدواج مسیر کوتاه‌تری برای پولدار شدنه. Use more brains picking a horse in the third at Belmont than they do picking a husband. It's your head you've got to use, not your heart. Oh, I see. خب به نظرتون چی کار میکنن؟ احتمالاً اول بعد گزینه‌هایی پیدا بکنن. بریم ببینیم خانم شاتسی با بازی لورن باکال چه نقشه‌ای برای مردای پولداری که گذرشون به نیویورک میفته کشیده. Well, to put it simply, the idea is this. Which would you rather marry? A rich guy or a poor one? I think I'd rather marry a rich one. In a walk up on Amsterdam Avenue or in a joint like this? امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرین و ممنون میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت سفر مورد حمایت خودتون قرار بدین و چه بهتر که این ویدیو رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین. قرار است با تماشای یک کمدی رمانتیک به کارگردانی جین نگولسکو بشینیم. فیلم اقتباسی از دو نمایشنامه است. یونانیان یک کلمه برای آن داشتند، نوشته زوا کینز و لوکو به قلم کاترین آلبرت که توسط نونالی جانسون به فیلمنامه‌ای تبدیل شدند که خودش تهیه کنندگیش رو بر عهده گرفت. بازیگرای این فیلم از قصهش پر اهمیت‌تر بودن. پس اول بریم لیست بازیگرا رو ورق بزنیم که نام سه سوپر استار زن اون زمان سینما در صدر جدولش نوشته شده. این یکی از آخرین فیلم های بتی گرابله، ستاره بیچون و چرای دهه 40 سینما که یکی از پولسازترین بازیگران دهه و از محبوب ترین های دوران خودش به حساب میاد. گرابل تا 39 سالگی در 62 فیلم سینمایی بازی کرد و علاوه بر بازیگری به زنی با پاهای میلیون دلاری هم معروف بود. داستان از این قراره که در سال 1943 در حالی که چند ماه از بارداریش میگذشت در یه پروژه عکاسی فرانک پاولونی شرکت کرد و برای اینکه بارداریش مشخص نشه به دوربین پشت کرد و از سر شونه راست برگشت و یه لبخندی به عکاس زد. محصول این پست پوستریه که میلیون ها کپی از اون در سراسر آمریکا به فروش رسید و به یکی از آیکونیک ترین و مهمترین عکس های تاریخ بدل شد. گرابل حتی اوایل دهه 40 میخواست خودش رو بازنشسته بکنه، اما فاکس قرن 20 یه قرارداد لانگ ترم 15 ساله باهاش بستش و بعد یه جورایی به این قرارداد متعهد میموند. دو تا پروژه فاکس قرن 20 رو نگفته بود و مجبور بود دیگه کم کم یه جور باهاشون راه بیاد تا این قرارداد 15 ساله به سرانجام برسه. گرابل حتی گزینه اصلی برای نقش دوری لی در فیلم آقایان بلوندها رو ترجیح میدن بود که در نهایت نقش به مرلین مونرو رسید. او اصلا فکرش هم نمیکرد به زودی در فیلمی با بلوند جدید هالیوود هم بازی خواهد شد. مرلین مونرو که سالهای موفقی رو پشت سر گذاشته بود در این فیلم هم روند روبه رشد خودش رو حفظ کرد. او در نقش دختریه که چشمای بسیار ضعیفی داره ولی این وضعیت رو به عینک زدن ترجیح میده. موقعیت های کمدی این وضعیت تا جایی ادامه پیدا میکنه که حتی هواپیمای اشتباهی رو سوار میشه و البته رویارویش با سرنوشت تازه هیچ جای تأسفی برای این اشتباه باقی نمیذاره. Are you going to Atlantic City? Who's going to Atlantic City? Doesn't this plane go to Atlantic City? What are you talking about? This is a Midland Sky Chief. Are you kidding? Of course not. That's why. Oh, nothing. Just one of those things. Go on. Tell me some more. Tell me anything. لورن باکال در اولین نقش کمدی خودش مسلط و جذابه و برای نقش شاتسی خیلی مورد تحسین قرار گرفت، اما نقدهای مثبت فراوانی که برای این نقش دریافت کرد باعث نشد که به ادامه بازی در این مسیر فکر کنه و پیشنهادات بعدی رو برای نقش‌های مشابه رد کرد. البته او برخلاف بتی گرابل که 2 سال بعد خودش رو بازنشسته کرد، مرلین مونرو که 10 سال بعد زندگی رو پشت سر گذاشت تا سالیان سال به نقش آفرین در سینما ادامه داد. بازیگرای مرد فیلم چندان پرفروغ نیستن و نقشای خیلی کمرنگتری رو ایفا میکنن. در یکی از نقشهای اصلی ویلیام پال رو میبینیم که در دهه 30 یکی از پرکارهای صنعت سینما بوده. او اینجا نقش پیرمرد میلیونر تگزاسی رو بازی میکنه. جیدی هانلی مرد با تجربه و خیرخواه که بیش از عاشق پیشگی حضوری پدرانه داره. And who is your young man? What young man? The one you're in love with. Who said I was in love with a young man? I did. دیوید وین برنده 2 جایزه تونی سالهای 54 و 74 اون صابخونه فراریه. فردی دنمارک که زیبایی های یک زن با عینک رو به مرلین گوشزد میکنه. Then why aren't you wearing glasses? I am wearing glasses. Well, there you are.
Men aren't attentive to girls who wear glasses. Did you ever try it? You're crazy. No. You look better with them on. کامرون میچل همون میلیاردر بدلباسه که راه دلبری از خانم مدل سرشناس رو از مسیری غیر از دلارهای سبز پیدا میکنه. آقای جنگلبان که خودش رو صاحب درخت‌های مین معرفی میکنه هم روی کالهونه. Crest of that second ridge to the north there, all the way around as far as the eye can see to the west, and back around that way to just beyond Old Baldy. او رو بیشتر به مدل راه رفتن و ایستادنش میشناختن و تو فیلم‌های وسترن دهه 50 حضور پررنگی داشته. اما حضورش در این فیلم بیش از دیگر سابقش توی یادها مونده. اونم احیاناً به خاطر بوسه‌های داغ از بتی گرابل وسط برف‌های مین باشه. یه نیم نگاهی به ماجرا بندازیم که قصهش کمی برامون آشناست. قصه فیلم ساده است و برای امروز تهران کمی آشنا. زن جوونی یا آپارتمان توی برج بالا شهر نیویورک اجاره کرده، اونم در حالی که درآمد چندانی نداره که از پس مخارج بر بیاد. اما از این هزینه تراشی دنبال یه هدف بزرگتره، پایان دادن به زندگی پرنوسان از طریق ازدواج با یه میلیونر. Bingo. پس دنبال یه شریک میگرده و اینجا مرلین مونرو کورمال کورمال به سختی در آپارتمانش رو پیدا میکنه تا بخشی از نقشه او بشه. شاتزی معتقده که آدرس باکلاس توی محله بالا شهری و اصلاح برخی رفتارها و توجه و دقت به معاشرتها میتونه اونا رو در این مسیر قرار بده. به این دو نفر که مدل فشن هستن دوستی اضافه میشه، دختری به نام لوکو. دخترک از آشناهای پولاس و قراره با یه سکه 25 سنتی ترتیب نهار برای 3 نفر رو بده. Bingo. Hold that for a minute, will you? Just a minute, Luke. Is she class? Is she? Didn't I tell you she's been on the cover of Harper's Bazaar? آپارتمان مبله‌ای که شاتزی اجاره کرده متعلق به یه میلیونر فراریه که اداره مالیات در به در دنبالشه. خانم جوان که به تازگی هم از همسرش جدا شده در نخستین تلاش برای بقا از پیانوی رویال آپارتمان مایه می‌ذاره و اون رو به سمسار می‌فروشه. Kids, تا سه ماه آینده با ناکامی دخترها در تور کردن شوهر میلیونر اساسی خونم کم و کمتر میشه، تا جایی که برای نشستن فقط چند صندلی مونده، برای خواب تخت های فلزی و برای مهمون ها توجیه های ساده لوحانه. این جستجو برای یافتن یک شوهر میلیونر در حالی ادامه پیدا میکنه که شاتزی با قضاوت یک مرد جوان از روی چهره و لباس او رو یک شارلاتان فقیر در نظر میگیره که حتی جواب سلامش چیزی جز اتلاف وقت و انرژی و دور شدن از مسیر نیست. و البته چیزی که نمیدونه اینه که این جوون بدپوش و ظاهراً ولنگار پولدارترین مرد نیویورکه. این آغاز ماجراست. بد نیست با این فیلم سری به تصاویر جذاب و با شکوه نیویورک سال 1953 بزنین و سرنوشت این سه تا دختر مدل رو در یکی از بلندترین برج‌های نیویورک دنبال کنین. سرنوشتی که سرشار از شوخ‌طبعی‌های زندگیه. 4 سال بعد در سال 1957 کمپانی فاکس قرن 20 بر پایه ماجرای این فیلم سریالی رو تولید و پخش کرد که یکی از نخستین سیتکام‌های برگرفته از یک فیلم سینمایی به حساب میاد. سریال موفق چطور با یک میلیونر ازدواج کنیم در 2 فصل و 52 قسمت از شبکه NBC پخش شد و نخستین نقش آفرینی باربارا ادن در یک سریال برای نقش اصلیه که او رو در مسیر درخشانی قرار داد. اگه فیلم رو پلی کردین و یادتون افتاد چند تا کار عقب افتاده دارین زیاد هول نکنین. یه اوورتور طولانی اول فیلم هستش که ندیدنش چیزی رو عوض نمیکنه و شنیدنش میتونه از نظر موسیقیایی شما رو وارد فضای فیلم بکنه. البته گوله موسیقی طولانی و اون ترانه آغازین که با لحنی کمدی سعی میکنه نیویورک رو برای شما پرزنت بکنه نخورین، چون قرار نیست یک موزیکال پر از رقص و آواز رو شاهد باشین. فیلم چگونه با یک میلیونر ازدواج کنیم یک سرگرمی محضه. داستان خطی و ساده فیلم قابل پیش بینیه، اما تا نیمه راه
هنوز دست نویسنده رو نشده و مشخص نیست سرنوشت چگونه این دخترها رو در کنار شرکای زندگی آیندهشون قرار خواهد داد. فیلم سعی میکنه در این حال که تلاش برای یافتن چنین شانسی رو نکوهش میکنه درها برای شانس باز بمونه و در پایان برتری عشق رو به نمایش میذاره. Well, that's the way she talks, of course, but that's not really the way she feels. What happened there? There was a delayed decision in your favor. همونطور که پیش‌بینی میشد در زمان اکران چیزی که بیش از داستان مخاطبان را به سینما کشوند حضور سه ستاره زن بی بدیل سینما در کنار هم بر پرده عریض با تصاویر فوق رنگی سینما اسکوپ بود. یه قاب طلایی با شکوه برای قصه ای دم دستی. Still think he's kind of cute. Who is he? That garage man. That garage. You know that fella I got with the cold cuts.